خب باشه پرچین زاده، بعد اون نونش تو ادغام حذف شد برای تلفظ راحت در، شد پرچی زاده و ما در خدمتون هستیم پرچی زاده. خب بسیار من ممنونم از شما. شما نوشته هایی مینویسید و متاسفانه یا خوشبختانه از این جهت که دوستان نمیتونن تحمل کنن متاسفانه، و از این جهت که خب نوشته های شما تحت به اصطلاح دوستان دوست دارن و میرن دنبالش خوشبختانه میشه گفت خیلی نوشته هاتون دنبال میشه. اولا چرا دوستان اینقدر به شما حمله میکنن؟ مگه شما چی مینویسید که اینقدر کانتروورشال یا بحث برانگیزه؟ پاسخ بدم؟ بله بله. خب خدمتتون عرض بکنم که از بند ناراحت هستند به خاطر به هر حال مقالاتی که در طول یک سال اخیر راجبشون نوشتم، نقد و تحلیلشون کردم. دوستان سلطنت طلب هستند که البته خودشون این تعریف یا اصطلاح رو بر نمیتابن، خودشون رو مشروط طلب یا مشروط خواه مینامند که به نظر من از این مشروط طلبی و مشروط خواهی فقط اسمی رو که روی خودشون گذاشتن به یدک میکشن، چون عملا در تمام رفتاراشون ما همون سیستم استبدادی سلطنتی رو میبینیم که 32-33 سال پیش در ایران منقرض شد. اینا با خودشون اون سلطنت رو حفظ کردن و از ایران به افسانه‌نگات دنیا صادرش کردن، حالا میخوان دوباره واردش کنن به ایران. بله من ممنونم. شما درباره دوستان طرفدار پادشاهی صحبت کردید. جدیداً توی دو سه روز گذشته یک فیلمی، اولا تلویزیون من و تو چقدر از اون حالت انترتینمنت و مسابقات رقص و آواز یه دفعه 180 درجه تغییر جهت داد و الان فیلم‌های مستند می‌سازن، فیلم‌های بیشتر سیاسی. یه فیلم یا گزارش 2 ساعت و 20 دقیقه‌ای رو تلویزیون من و تو که فکر کنم در انگلستان هستن اینها درست کردن و بیشتر با خانم فرح پهلوی همسر شاه سابق صحبت کردن. بله. شما این فیلم رو اگر دیدید نظرتون رو بگید، نکاتی رو که مایل هستید دوستان اگر میبینن بیشتر بهش دقت کنن. من هم سعی میکنم همزمان اون فیلمی رو که مقابل این فیلم دیگران گذاشتن که من اصلا نمیدونم از کجا آمده، از خیابان تا گورستان یا از خیابان تا قبرستان، اون رو هم نشون بدم. شما میدونید اون فیلم رو کی درست کرده، کی گذاشته؟ اون فیلم رو خدمتتون عرض بکنم در حقیقت تدوین شده، چون فیلمیه که بوده از قدیم. شما میدونید فیلم مال 30 خورده سال پیش، مال سال 57. بله. از دوستان ما که به هر حال دستی در کار دارن و از مبارزان آزادی که ما خیلی اسمشون هم نمیشناسیم و نمیدونیم و اینا فقط در راه اعتقادشون دارن زحمت میکشن، وقتی که این مستند من و تو رو دیدن به اسم از تهران تا قاهره، گفتم بسیار خب باید حالا یه روی دیگه از اون تصویری که من و تو ارائه داد هم ارائه بشه. خوب همه فکت ها و حقایق در اختیار مردم قرار بگیره تا بهتر بتونن قضاوت کنن. والا راستشو بخواید شخصا نمیدونم که کار کدوم یکی از دوستان بوده، ولی میدونم از دوستان نزدیک بوده، چون اول به دست خود من و بعضی دیگه از دوستان رسید که بعد منم به خدمت شما دادم و به دست دوستای دیگه رسوندم. اگر اجازه بدید درباره این فیلم در طول صحبت هم حرف بزنم، یعنی شما الان پخشش نکنید، اجازه بدید من یه سری صحبت ها رو بکنم، بهش اشاره میکنم، اون موقع اگر پخشش کنید فکر میکنم بهتر باشه. حتما، مرسی. من اون رو توی سیستم گذاشتم و من منتظر میشم شما صحبت کنید، هر وقت به اون اشاره کردید اون رو نشون میدم. لطف کنید در عرض چند دقیقه در مورد این فیلم به اصطلاح که تلویزیون من و تو ساخته و اسمش هست از تهران تا قاهره، اون نکاتی رو که شما بهش توجه کردید اون رو گوشزد کنید به بینندگان ما. بفرمایید. خواهش میکنم اول به من بگید ببینم تصویر منو دارید یا نه، چون من شما رو نمیبینم. نه ما که تصویر نمیذاریم چون دوربینامونو داریم برای استودیو استفاده میکنیم، ولی تصویر شما هم هی قطع میشه وصل میشه. من ترجیح میدم عکستون رو گذاشتم با اسمتون، عکس بسیار زیبا و جوان، و قول میدم به بینندگان که ایشون مثل دیگران نیست که عکس 60 سال پیش رو گذاشته باشه، همین جوونی که شما اینجا میبینید ایشون هم سبک با سند برابر است.
ولی آقا پیرم شدیم ما به خاطر اینکه ما عکس مال 3 سال خورده پیش در ایرانه، تو این مدت موهامون سفید شده. بله بله. پس شما تازه از ایران اومدید؟ 3 ساله. 3 ساله. بله. خب لطف کنید بفرمایید، منم باز تلاش میکنم. اگه اون تصویر ویدیوی شما اینجا مینیسه، کانکشن اینترنتتون ضعیفه، چیه؟ از اون اینترنت هایی هست که وقتی مثلا خونه اجاره میکنید باهاش میاد یا؟ بله بله همونه در منزل و اتفاقا الان من عوضش هم کردم اون تا. خب ظاهرا شما میگید که ضعیفه، به هر صورت مهم اون گفتاره، یعنی تصویر خیلی مهم نیستش. اوکی عزیزم بفرمایید. خواهش میکنم. خب خدمتون رو عرض کنم که این فیلم در درجه اول به نظر من یه دستاورد هنری در حوزه تبلیغات سیاسی، به همین دلیلم اگر به من اجازه بدید بیشتر از منظر پدیدارشناختی و قالبی بهش بپردازم تا از منظر محتوایی. به نظر من یه فیلم هوشمندانه است که با درک درستی از روانشناسی و نیازهای حال حاضر مردم ایران ساخته شده در جهت بهره برداری سیاسی خاندان پهلوی به طور خاص و طیف سلطنت طلب به طور عام. ادعای فیلم اینه که مستنده، ولی با وجود تمام صحنه های مستندی که درش به کار رفته مستند نیست، چون این فیلم در حقیقت یه ملودرام تبلیغاتیه. بسیاری از عناصر ملودرام رو هم داره و از بسیاری از الگوهای ساختاری ملودرام هم پیروی میکنه. من حالا برای شما نکات رو میشمرم، توضیح هم میدم. شما اگر بین صحبت من چیزی به ذهنتون رسید، سوالی، حالا حرفی، شما خودتون بگید، چون این چیزی که به هر حال من اینجا دارم سرفصلایی که نوشتم یه توضیحات طولانی هم داره. اول اینکه خدمتتون عرض کنم فیلم از لحاظ درومایه‌ای یا تماتیک بیشتر حالت اودیسه‌وار داره، شرح سفرنامه و سفر پردرد و رنجه، که یه امریه که ایرانی‌ها از قدیم الایام در فرهنگ و ادبیات بهش علاقه داشتن، جایگاهی داره در ناخودآگاه جمعی ایرانی‌ها. شما از سفرنامه اردابیراف بگید، سفرش به دنیای دیگه، تا هفت خان رستم و سفرنامه ناصر خسرو و بوستان سعدی و سیاحتنامه ابراهیم بیک و بگید بیاید تا سفرنامه های جلال آل احمد و خیلی چیزهای دیگه، این کهن الگوی سفر عمیقا تو ذهن ایرانی ها جا گرفته. و سوای این که این سفر یه امر جهانیه و همه بهش علاقه دارن، اقبال دارن، اصولا برای ایرانی ها یه امر روحانیه و خودجویان است. این فیلم از تهران تا قاهره هم در همین قالب ساخته شده، در اصل شرح آلام و رنجای ملکه در طول سفره. خودش هم میگه در فیلم، میگه ذکر مصیبته که طولانی بودن فیلمم که 2 ساعت و 23 دقیقه دقیقا به همین علته که باید اون کانتکس یا فرامتن حماسی سفر رو ایجاد کنه تا بلکه بتونه گستره دید مخاطب رو کاملا به تصویر خودش در بیاره و بیننده رو همراه بکنه. نکته دیگه تدوین فیلمه که تدوین بسیار زبردستانه ای داره. صحنه همه هدف دارن آگاهانه به هم کات میشن. مثلا شما صحنه های تمدن شاهنشاهی رو میبینید، اونا بلافاصله کات میشن به صحنه های تخریب و بی‌تمدنی انقلاب. بعد صحنه های مستند رو میبینید، کات میشن به چهره ملکه و عکس العمل هاش. این سبک تدوین تا آخر فیلم با همین کیفیت خوبم ادامه پیدا میکنه. مثلا برای نمونه شما اگه سکانس اول فیلم اون معارفش رو ببینید که 2 دقیقه و 23 ثانیه است، در حقیقت خلاصه شده و فشرده شده همین شیوه تدوینه که میبینید فیلم با عکسای شاه و فرح رو در دیوار مغازه ها خیابونه های شهر آغاز میشه، که این به تلویح یعنی این که اونا اقبال وجود داره در ایران، مردم دوستشون دارن. بعد بلافاصله کات میشه به درگیری ها، بعد ما چهره گریون شاه رو میبینیم و محزون، بعد اون جمله معروف شاه رو میشنویم که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، بیاید همه به فکر ایران باشیم یا به ایران فکر کنیم. بعد رو همون صدا تصاویری نشون داده میشه که همه زدن و شکستن و آتش زدن و نابود کردن، که اونم به تلویح یعنی این که اینا به فکر ایران نبودن، ما یعنی پهلوی ها بودیم. بعد کاتای متعدد میشه به خمینی و آخوندهای عصبانی و خرابی و بزن و بکوب، و در نهایت هم ما خداحافظی شاه از درباریان و مملکت میبینیم. یعنی تو همین سکانس 2 دقیقه و 20 ثانیه‌ای فیلم تمام حرفشو میزنه
دو ساعت و 20 دقیقه باقی مونده دیگه میشه تفسیر این دو دقیقه و 20 ثانیه، مثل همون جریان مثنوی معنویه که میگن اصلش همون دیباچه‌شه که با بشنو از نیچون شکایت میکند شروع میشه، بقیه شش دفتر میشه تفسیر اون دیباچه. خب بله، خود من نکته ای رو که متوجه شدم و برام سوال انگیز بود این که خانم فرح پهلوی میگه که دو تا از تیمسارا آمدن سراغ من، من بله. ببینم که ایشون مگر چه کاره بوده که تیمسارا سراغ وزیر و وزرا و شاه و اینها نمی رفتن و مستقیمن می اومدن خدمت ایشون، و ما تازه میبینیم و میدونیم و قرار بر این بوده که خود شاه هم وظیفه ای نداشته باشه. حالا شاه به زور تمام وظایف رو گرفته بوده و برای خودش کار درست کرده بوده، خانم فرح پهلوی رو هم کرده بوده مسئول، حتی جایی که مسئولین مهم ارتش تیمسار اویسی و یه نفر دیگه میرن خدمتش و میگن که باید یه نخست وزیر معین کنی. بعدم یه جای دیگه باز خانم فرح پهلوی میگه که من از وجود شخصی به نام خمینی خبر نداشتم، یعنی این خانم اینقدر از تاریخ ایران بی اطلاع هست. اگر در این دو مورد هم صحبت کنید و من رو روشن کنید ممنون میشم. خواهش میکنم قربان. والا خدمتتون عرض بکنم، خودتون بهتر میدونید، همه هم فکر میکنم کمابیش بدونن که اون چیزی که میگن درباره حکومت سلطنت پادشاهی پهلوی در ایران به اسم مشروطه ازش نام میبرن، عملا مشروطه نبود. من اینو چند جا مفصلم نوشتم، اینجا فقط اشاره بهش میکنم که عملا از زمانی که رضا خان اومد در دربار احمد شاه پست وزارت جنگی رو گرفت و بعد صدر اعظم شد، نخست وزیر شد، این خودش کودتای بود علیه مشروطه. یعنی بعد از کودتای محمد علی شاه، محمد علی شاه قاجار این دومین کودتا بود در حقیقت دیگه، و خودتون بهتر میدونید اکثر کسایی رو که به هر حال در انقلاب مشروطه حضور داشتن و شرکت داشتن، اینا گرفتن یا تبعید کردن یا زندانی کردن یا خونه نشین کردن، مثل مثلا ملک و شعرهای بهار، مثل ده خدا، و عملا مشروطه ای در ایران وجود نداشت. بعد از این هم که رضا شاه تبعید شد از ایران در زمان جنگ جهانی دوم، محمد رضا شاه که اومد سر کار، خود تو 7-8 سال اول مجبور بود بسازه، در حال تازه اومده بود، سنش هم خیلی کم بود، سیاستمدارای کهنه‌کار قدیمی هم بودن، انقلاب دیده بودن، در حال سنی ازشون گذشته بود، کلی کار کرده بودن. اینه که اون مدت ایشون نتونست حرکتی بکنه، منتها خب با تغییر قانون اساسی مشروطه در سال 1328 ایشون عملا دوباره وزن حکومت رو سعی کرد از مجلس یا از پارلمان جدا بکنه، به شخص شاه نزدیکش بکنه، که بعد هم تو جریان کودتای 28 مرداد و باقی قضایا تمام این مسائل کمک کرد به شاه که حکومت رو از مشروطه سلطنتی عملا برگردونه به شاهنشاهی. خودشون هم چند بار گفته بودن در کتابای تاریخ، الان ثبت صحبتایشون هستش، که مشروطه معنی نداره، یه چیز ارتجاعی قدیمیه، ما الان باید به فکر شاهنشاهی باشیم، یعنی در حقیقت امپراتوری. اینه که وقتی شما میفرمایید تیمسارها یا به هر حال دولت مردان کشور می اومدن مراجعه میکردن به شاه، یا حتی نه به شاه، به همسرشون که به هر حال نایب السلطنه هم بود ایشون، فکر میکنم دیگه، این طبیعیه، یه مسئله طبیعیه، حکومت شاهنشاهی بوده آقا، مشروطه که نبوده که شاه حالت سمبولیک داشته باشه. لذا من فکر میکنم با توجه به ذهنیتی که خودشون داشتن و انتظاری که از کار کرده حکومت داشتن، این کار درست یا غلط نیست. غلطش اینه که این اصلا با دموکراسی مشکل داره و مخالفه. ما بحثمون با اینا سر اینه، وگرنه با ذهنیت خودشون همه چیز توجیه بود در اون زمان. سوال بعدی چی بود دقیقا الان یادم نمیاد، در رابطه با این که خانم فرح پهلوی میگه من از وجود شخصی به نام خمینی بله. خبر نداشتم، نمیدونم بله بله. بله. خب خدمتتون عرض بکنم در این باره هم من یادداشتایی برداشتم که ترجیح میدادم در ادامه صحبتهای خودم بگم، ولی حالا شما میپرسید خدمتتون عرض میکنم که کلن زد و نقیزگویی
در طرفداران سلطنت یه امر رایجیه به نظر من، به خاطر اینکه یک مثالی میزنم برایتون خیلی ساده. مثلا شما در مصاحبه آخر شاه در پاناما که با دیوید فراس بود، برای شما اونم فرستادم فکر میکنم، در اون زمان وقتی که فراس ازش درباره شکنجه در ایران میپرسه و درباره اعدام ها، شاه میگه که من اطلاعی نداشتم و ساواک به من گزارش فقط چیزهای کلی رو میداد، در جریان این قضایا نبودم، بنابراین بنده مسئول نیستم. این در صورتیه که آقای پرویز ثابتی وقتی که چند ماه پیش با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا مصاحبه کرد، به صراحت گفتش که شاه در جریان تمام مسائلی که ساواک انجام میداد قرار میگرفت و هیچ کاری، هیچ حرکتی بدون دستور مستقیم ایشون انجام نمیشد. اینی که خب برای خودتون بهتر میدونید، برای توجیه کردن اعمال خلاف حقوق بشر و خلاف منطق، حکام معمولا به خصوص در تاریخ ایران ما اینه دیدیم، در تاریخ معاصر به راحتی همه چیز رو عوض میکنن و حرف دیگه‌ای میزنن. اینه که شما این صحبت میفرمایید و میگید که ایشون هم اینطور گفته، من فکر میکنم اینم چیز عجیبی نیست، ما باید انتظارشو داشته باشیم. خب من ممنونم از شما. ما ساعت 2:30 قراره بریم با آقای اجلالی، شما 5 دقیقه وقت دارید اگه میخواین در مورد اون فیلم صحبت کنید، و من امیدوارم که بتونم صداشو اینجا ببندم، نمیدونم بتونم یا نه، چون شما انقدر با ظرافت و با دقت اون فیلم رو نگاه کردید، فکر کنم احتیاج به 1-2 ساعت حداقل دارین که اون در مورد اون فیلم اصلی صحبت کنید. من واقعا خوشحالم چون شما به من ثابت کردید که شما یک تحلیلگر هستید و وقتی قراره درباره یه چیزی صحبت کنید، میرید تحقیق میکنید، تحلیل میکنید تا بتونید در موردش صحبت کنید یا تفسیر کنید، و مثل بعضی از دوستان نیستید. ما کاغذی رو برای اونها میفرستیم، میگیم که میخوایم درباره این صحبت کنیم، بعد که صحبت میکنیم بعضی هاشون میگن من که نتونستم همه‌شو بخونم یا همه رو ببینم، ولی شما نشون میده که رفتید خوندید، یعنی دیدید و دقیقاً یادداشت برداشتید. من از این بابت ممنونم. شما در مورد این فیلم از خیابان تا قبرستان یه مقدار صحبت کنید، و هیچ وقت هیچ آماری به دست اومد که توی انقلاب، حالا ساواک و اینها نه، توی اون جریان انقلاب چند نفر کشته شدن در ایران؟ من خدمتتون عرض بکنم که آمارای متفاوتی منتشر شده و متاسفانه چون اکثرش از آرشیو جمهوری اسلامی در اومده، اطمینان بهش دشواره و خودتونم میدونید به چه دلیل. اما درباره همین فیلم کوتاهی که براتون فرستادم و الان میخوای پخشش کنید، که اتفاقا خانم پهلوی در همین فیلم من و تو گفتن که اون چیزی که مهم بود این بود که الازرت نمیخواستن که مردم کشته بشن. ببخشید این صدا رو ما نمیتونیم قطع کنیم. همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم روی خون ملتم باشه. بعد خدمتتون عرض بکنم که این فیلمی که بنده برای شما فرستادم الان نشون بدید، مشخص میشه که صحت این مطلب در چه حده، و این فقط یه مورده و اگر من بیشتر فرصت داشتم کاملتر دربارش باهاتون صحبت میکردم. شما این فیلم رو اگر پخش کنید من بعدش هم یه ذره دیگه حرف میزنم. مرسی. من فیلم رو دارم بدون صدا پخش میکنم، شما میتونید روش صحبت کنید. خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که این فیلم وقتی به دست ما رسید، دوستان گذاشتنش در وبسایت بالاترین. سلطنت طلب ها بسیار تلاش کردن که این فیلم رو اونجا فیلتر کنن، کاری که با همه لینک های منتقد سلطنت میکنن تا به دست مردم نرسه. اما به هر حال با تلاش دوستان آزادیخواه به دست بسیاری رسید. بعد حالا الان کامنتاش هم موجوده، اگر شما برید ببینید، یک نفر اونجا زیر لینک خطاب به بنده نوشته که پدرش از کسانی بوده که در جریان انقلاب فرمان آتش گشودن به سوی مردم داده و اینکه ایشون از این قضیه خرسنده و بهش افتخار میکنه. شما ببینید ما با چه قوم و ظالمینی طرف هستیم. جمهوری اسلامی که میکشته بده، ولی اینا که میکشتن بد نبود، یعنی به عبارتی مرگ خوبه برای همسایه. بعد اینا با همین ادعاها و با همین دید ارباب رعیتی که نسبت به ملت دارن هم میخوان برگردن برن در ایران حکومت هم بکنن.
و ادعای دموکرات منشی هم میکنن که این فیلم فکر میکنم به هر حال یک قسمتی از اون چیزی رو که بوده نشون بده و همونطور که در عنوانش هم نوشتن پشت صحنه فیلم از تهران تا قاهره باشه. بله، این اون اجساد کشته شدگان رو نشون میده که مردم رفتن یخ ریختن روی جنازه ها که بو نگیرن و اینها. و این فیلم رو من در فاصله امروز تا چهارشنبه توی پلیلیست میذارم تا دوستان ببینن. یه سوالی که من مطمئنم از من میپرسن، آیا شما مأمور جمهوری اسلامی هستید آقای پرچیزاد؟ والا این صحبت که معروفه، یعنی هر کسی که در خارج از کشور با بخشی از اپوزیسیون درگیر باشه به هر حال یک بهش انگ جاسوس جمهوری اسلامی بودن میخوره، دو به بخش‌های مأمور بخش‌های دیگر اپوزیسیون بودن. یعنی اگر خب جمهوری اسلامی رو شاخشه،